داشت در یکی از آخرین کنسرت هایش، وقتی صدا و ترانه های او خاطره ها را زنده می کرد و حال و هواها را دگرگون. حالا قصد دارد همین پیراهنش را به همراه تعداد دیگری از لباسها، کلاهها و دستکش‌هایی که از زمان خروج از ایران در اجراهای مختلف به تن کرده به حراج بگذارد. با سقوط دستای از این پیراهن در اولین اجرایش بعد از سالها سکوت، کاری از برند رحمانیان، طراح ایرانی کانادایی. تو خود عشقی که همزاد منی. تا این یکی لباس سیاه و سفید با شکوهی که در اجرای ترانه همزاد پوشید. قرار است بخشی از درآمد این حراج در اختیار بنیاد زنان ایرانی آمریکایی قرار بگیرد تا در قالب بورس صرف تحصیل زنان شود. این حراج 10 روزه از طریق مؤسسه حراجی بنهام به صورت آنلاین برگزار می شود. با اینکه بعضی لباس‌ها کار شده و فاخر هستند و از مارک‌های مطرحی مثل اسکار دلارنتا و الکساندر مک‌کوئین، اما قیمت پایه آنها چندان گران نیست. ارزان‌ترین کار $500 و گران‌ترینشان هم $5,000 در نظر گرفته شده. هدف از فروش این پوشاک اینه که پولی برای خیریه جمع بشه. گوگوش میدونه که قیمت بعضی از لباس شبها از پولی که خودش پرداخته کمتره. اما در این حال این رو هم میدونه که ایده این بود که افراد بیشتری در این طرح مشارکت کنند و بهترین راه برای رسیدن به این هدف اینه که قیمت پایه رو پایین نگه داشت. خیلی‌ها دوست دارن لباس‌ها رو داشته باشن، ولی در نهایت فقط یه نفر میتونه. تون کوه بلند که سر تا پا غرور کشیده سر به خورشید غریب و بیابوره. تا همین جای کار هم تعداد مراجعه کنندگان به وبسایت این مؤسسه حراجی قابل توجه بوده. گوگوش در سالهای فعالیت‌های هنریش تأثیر زیادی روی مد داشته. قبل از انقلاب هرچه می پوشید به سرعت بازار را قبضه می کرد. ای چشم من بدون تو هنوز هم آرایشگاه ها مشتریانی دارند که میخواهند موهایشان را گوگوشی کوتاه کنند. تو بگو جز تو کدوم رو ناجیه لب تشنگی بود. شاید او با این کار سمبولیک به جز انتقال بخشی از احساسات خود هنگام اجرا روی سن، بتواند توجه علاقه‌مندانش را به گوشه ای از مشکلات زنان هم جلب کند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی.